اولین مطلبی که باید عرض بکنم در این باب تبیین مراد ما از تحول است. تحول یعنی چه؟ تحول یعنی دگرگونی. چی میخواهیم دگرگون بشه، تغییر پیدا کنه؟ این مهمترین مسئله اینه. دشمنان نظام اسلامی هم میگن دگرگونی، اونا هم دنبال دگرگونی هستن. دگرگونی مورد نظر اونها درست نقطه مقابل اون چیزیست که مورد نظر ماست. اونها از این دگرگونی که مطرح میکنن که متاسفانه در داخل هم بعضی ها به تبع اونها یا به تقلید اونها همون حد رو با تعبیرات دیگری بیان میکنن، تغییر قانون اساسی مثلا، تغییر ساختار نظام اسلامی، این همون حرف بیگانه هاست، همون حرف دشمن هاست، منتها عنصر داخلی گاهی از روی غفلت، از روی بیتوجهی، گاهی هم به انگیزه های دیگر اون حرف رو تکرار میکنه. اونچه که دشمن دنبالش هست و اسمش رو دگرگونی میگذارد، او عبارت است از تغییر هویت جمهوری اسلامی. دشمنان ایران اسلامی استکبار و صهیونیسمند. اینا با هویت جمهوری اسلامی مخالفن. اگر میگن تغییر، تحول، تغییر ساختار، انقلاب و امثال اینها، مقصودشون این است که هویت جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. هدف اونها حذف همه چیزهایی است که مردم رو به یاد انقلاب و به یاد اسلام میاندازد، اسلام ناب و اسلام انقلابی.